مصطفى پور محمدی در مصاحبه با مجله مسلس با بیان این موضوع که سعید امامی در پرونده قتل های زنجیره ای نقش عاملیت نداشت گفته است وی ممکن است حد اکثر نقش مشاور پروژه را داشته باشد او قتل های زنجیره ای را عملیاتی سازمانی و برنامه ریزی شده عنوان کرد و تاکید کرد اقدام به قتل های زنجیره ای اقدام خودسرانه تحت افراد خودسر نبود پور محمدی همچنین با تاکید بر اینکه قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاده و جانشین معاون امنیت وزارت اطلاعات مدیر این پروژه بوده، اظهار داشت وی دارای گرایش چپ بوده است. او در توضیح دلایل اقدام این افراد به ارتکاب به قتل‌های زنجیره‌ای اظهار داشت که تحلیل این افراد این بود که باید اصلاح طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن قرار دارند نجات دهند و نگذارند ضد انقلاب به اصلاح طلبها بچسبد وگرنه حوادث دهه 60 و جنگ‌های خیابانی تکرار خواهد شد. او در این گفتگو خاطر نشان کرد مدیران اصلی این تصمیم طرفدار خاتمی بودند و نسبت به او نظر مثبت داشتند پور محمدی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره قتل‌های زنجیره‌ای گفت آنها در آن مقطع اعلام می‌کردند برای این اقدام اجازه دارند اما هیچگاه ثابت نشد که چنین ای برای ارتکاب قتل‌های زنجیره‌ای داشتند وزیر سابق اطلاعات در بخش دیگری از گفتگویش با مجله مثلث با اشاره به توانمندی اطلاعاتی جمهوری اسلامی اظهار داشت آمریکا ایران را جزء چهار کشوری اعلام کرده که بیشترین نفوذ جاسوسی را در داخل آمریکا انجام دادند وی با بیان این موضوع که نیروهایی که در وزارت اطلاعات بودند معمولا نیروهایی بودند که دارای هوش فراست بیشتر و ذریب هوشی بیشتر بودند اظهار داشت تندترین نیروهای چپ که جزء سران نیروهای اصلاح طلب بودند در وزارت اطلاعات حضور داشتند وی همچنین افرادی را که در اشغال لانه جاسوسی شرکت داشتند به عنوان برخی از افرادی یاد کرد که در وزارت اطلاعات حضور داشتند به نظر نمی رسد که اظهارات پور محمدی خود سرانه و از سر تصادف بیان شده باشد. آنچه که پور محمدی درباره نقش سعید امامی در قتلهای زنجیری عنوان می کند خلاف مطالبی است که نزدیک به دو دهه است درباره نقش عملیت سعید امامی در قتلهای زنجیری از طرف رسانه های حکومتی به طور تلویحی بیان شده است فیلم های دردناک اعترافات همسر سعید امامی که به ارتباط با اسرائیل و دستور گرفتن از اسرائیل اشاره می کرد هنوز از یاد مردم نرفته است اظهارات پور محمدی پس از نزدیک به دو دهه درباره این موضوع که قتل های هولناک زنجیره کار سعید امامی نبوده و بیان این موضوع که مرتکبان قتل ها دوره های طولانی حبس را گذراندند در حالی عنوان می شود که تاکنون قوه قضایی به دادخواهی بازماندگان قتل های زنجیره هیچگاه پاسخ روشنی نداده است. ادعای پور محمدی درباره این موضوع که کسانی که نقشه قتل های را کشیدند از طرفداران خاتمی بودند در حالی عنوان می شود که برخلاف اظهارات او ارتکاب این قتل ها دولت خاتمی را در سراشیبی قرار داد و انجام چنین فاجعه ای در وزارتخانه زیر نظر خاتمی مشروعیت دولت خاتمی را به شدت با بحران مواجه ساخت و به راحتی نمی توان پذیرفت که این افراد قتل های زنجیری را برای حمایت از خاتمی انجام دادند چون هدف از قتل های زنجیری دقیقا تاریک جلوه دادن دولت خاتمی بود دولت ایران اعلام کرده است خرید و فروش بیتکوین در ایران ممنوع است این در حالی است که بر اساس اخبار رسمی و غیر رسمی گفته می شود صدها مزرعه دیجیتال برای استخراج بیت کوین در کشور راه اندازی شده است. برابر گزارش های منتشر شده افرادی که اقدام به استخراج بیت کوین می کنند از مکان که دارای برق رایگان یا ارزان هستند یا از مراکز دولتی برای استخراج بیت کوین استفاده می کنند و میزان برق مورد استفاده این مکان را به شکل قابل توجهی افزایش دادند این در حالی است که عمده برق ایران به روش برقابی تولید می شود و در شرایطی که کشور با چالش جدی تنش آبی روبروست برقی که با هزینه گذاف آب استحصال می شود مورد استفاده افراد و سودجویان قرار گرفته است. بنابر برخی گزارش ها به علت ارزان بودن برق در ایران بسیاری از چینی ها برای استخراج بیت کوین به ایران سفر می کنند و با در اختیار گرفتن مکان با راه مزرعه ارز دیجیتال اقدام به استخراج بیت کوین می کنند اقدام دولت جمهوری اسلامی در لغو یک طرفه ویزا برای شهروندان چینی می تواند به تشدید این بهره برداری کمک قابل توجهی کند در همین حال دولت اعلام کرده خرید و فروش بیت کوین برای شهروندان ایرانی ممنوع است. گرچه کارشناسان تاکید می کنند بعید است دولت بتواند با در اختیار گرفتن فضای مجازی در خرید و فروش بیت کوین که به صورت مجازی انجام می شود مداخله کند و افراد مجرم را به مجازات برساند اما تلاش هایی در دولت در دست انجام است که برای استخراج بیت کوین دولت جمهوری اسلامی با ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین راهبرد همیشگی جمهوری اسلامی درباره همه پدیده های جدید را در پیش گرفته است و با اعمال ممنوعیت تصور می کند که قادر است موارد ناخوشایند برای حکومت را محدود یا کنترل کند. اما تاکنون جمهوری اسلامی در هیچ یک از ممنوعیت ها و محدودیت هایی که اعمال کرده موفق نبوده است. برخی از گزارش ها حاکی از این است که موضوع تولید بیت کوین به دولت محول شده است گفته می شود برق ارزان صنعتی موجب شده که ایران به قطب جدید استخراج بیت کوین تبدیل شود این در حالی است که قانونی در این باره در کشور وجود ندارد و دولت به اعلام ممنوعیت انجام معاملات بسنده کرده است بنا به گفته ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی علت ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین در کشور مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است وی همچنین با توجه به نوسانات بالای قیمت بیت کوین به مردم توصیه کرده که علاوه بر ممنوعیت به خاطر ریسک بالای معاملات هم منطقی است که مردم وارد این معاملات نشوند کارشناسان پیش بینی می که دولت به زودی وارد معاملات بیت کوین شود. برخی از تحلیلگران میگویند طرحی در خصوص استخراج بیت کوین برای کمک به بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و آن را به عنوان یکی از راههای دور زدن تحریم ها و انجام مبادلات ارزی میدانند اما برخی از کارشناسان معتقدند که میزان مبادلات ارزی با بیت کوین در حد و اندازه ای نیست که بتواند کفاف محدودیت های ارزی و تجاری ایران در اثر تحریم ها را به دهد. در همین حال اخبار داله بر تلاش دولت آمریکا برای محدودیت استفاده دولت ایران برای استخراج بیتکوین منتشر شده است اما کارشناسان معتقدند دولت آمریکا بر فرض هم که چنین تمایلی داشته باشد بعید است که بتواند اقدام به محدودیت دولت جمهوری اسلامی برای استفاده از بیتکوین شود ضمن اینکه همچنان تاکید می کنند حتی اگر دولت جمهوری اسلامی بتواند به استخراج حد اکثر بیت کوین دست بزند باز هم بخش کوچکی از بودجه دولت خواهد بود با این وصف با توجه به اقدام دولت برای ممنوعیت استخراج بیت کوین برای مردم و اظهاراتی در این خصوص که دولت قرار است استخراج بیت کوین را در اختیار بگیرد می توان پیش بینی کرد دولت با در انحصار گرفتن استخراج بیت کوین آن را به ابزاری برای تولید سرمایه برای خود تبدیل کند سردار سلامی فرمانده ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه راه جهانی شدن مقاومت و دست و پنجه نرم کردن با دشمنان است گفت هرچه زمان می گذرد تهدیدات دشمن تر می شود و فضای منازعه شدیدتر و دشمن به جمهوری اسلامی تر می شود وی بی با بیان این موضوع که تهدید دشمن برای جمهوری اسلامی موهبت است افزود جمهوری اسلامی در نقطه فشار حداکثری قرار گرفته است و دشمن بیش از این توان ندارد و در تهدیداتش به اشباع رسیده است. سلامی که این اظهارات را در مشهد در همایش سالانه فرماندهان نیروی زمینی سپاه بیان می کرد با بیان این موضوع که با وجود اشباع تهدیدهای دشمن متوقف نمی شود اظهار داشت های دشمن در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و جنگ را همزمان در همه میدانها فعال کرده است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد که دشمن همه قدرت خود را در عرصه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است. وی وجود انگیزه در جوانان ایرانی و انگیزه های معنوی و ایمانی را نقطه قوت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دانست و تاکید کرد وجود انگیزه در جوانان ایران موجب می شود که فرسودگی دشمن در این مقابله بیش از جمهوری اسلامی باشد. وی همچنین قدرت جایگزینی جمهوری اسلامی با نیروهای با انگیزه را نقطه قوت جمهوری اسلامی دانست و گفت استقامت رمز جاودانگی پایداری و بقاست گرچه فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی راه کسب قدرت را جنگ و قدرت نمایی دائمی نسبت به قدرت های بزرگ می دانند و بر آن تاکید دارند اما بسیاری تأکید دارند که راه جهانی شدن کسب قدرت داخلی و افزایش قدرت داخلی دولت و حاکمیت است و کسب قدرت از طریق جنگ مداوم با دنیا فراهم نمی شود. از طریق تعامل با دنیا و روی کرد مسالمت جویانه با جهان است که دولت ها در کنار افزایش ظرفیت های داخلی خود می توانند به کشوری قدرتمند تبدیل شوند نه از راه منازعه و درگیری دائمی. کسب قدرت از طریق منازعه دائمی خصلت جوامع ابتدایی و شکارگر است نه جوامع متمدن و فرهنگی که مبنای قدرتمندی آنها توانمندی های داخلی و درونی آنهاست. الکساند لاورنتیف نماینده ویژه پوتین رئیس جمهوری روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در خصوص موضوعات دوجانبه و منطقه ای با وی گفتگو کرد به نظر میرسد هدف از سفر نماینده ویژه پوتین به ایران برای ارائه گزارش از اجلاس سه جانبه مقامات عالی امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل که در این کشور برگزار گردیده انجام شده است در این دیدار شمخانی روابط دو کشور را راه بردی دانست. او گفت مواضع قاطع و منصفانه روسیه در موضوعاتی چون برجام، تجاوز پهپاد آمریکایی به آسمان ایران، حضور قانونی ایران در سوریه و راهزنی دریایی انگلیس با توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل و تارق قابل تقدیر است. وی آمریکا را متهم کرد که برای افزایش تنش و ناامنی در منطقه با هدف فروش بیشتر سلاح تلاش می کند و افزود جمهوری اسلامی ایران ضمن تداوم اقدامات سیاسی و دفاعی برای جلوگیری از شکلگیری بیثباتی در منطقه از منافع و امنیت خود با قاطعیت دفاع خواهد کرد نماینده ویژه پوتین نیز در پاسخ گفت تبلیغات رسانه از این اجلاس دچار سوء تفاهم بود و سعی داشت علیه ایران فضا سازی کند. او افسود مواضع روشن و سریح روسیه در خصوص حضور قانونی ایران در سوریه و مخالفت با سیاست ناکارآمد فشار حداکثری به جمهوری اسلامی به طرفهای شرکت کننده در اجلاس اعلام گردید. وی افسود در این اجلاس به سراحت اعلام شد که ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه دوست و شریک راهبردی روسیه بوده و بدون در نظر گرفتن نقش و منافع این کشور نمی شود به مدل امنیتی مؤثر و پایداری رسید. نماینده ویژه پوتین با اشاره به خروج یک جانبی آمریکا از توافق بین المللی برجام تصریح کرد نمی توان انتظار داشت تهران به صورت یک جانبه و بدون بهرهمندی از حقوق قانونی خود در برجام بماند اما کشورهای دیگر به تعهداتشان عمل نکنند. برخلاف اظهارات نماینده ویژه پوتین، روسیه در همه مواردی که میان آمریکا و روسیه و یا اسرائیل تفاهمی شکل گرفته، کارت ایران را به دیگران فروخته است. نوع واکنش روسیه در حملات اسرائیل به سوریه و پادگان هایی که ایرانی ها در آن مستقر بودند به خوبی نشانگر این سیاست راهبردی روسیه بوده است. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در سخنرانی در سنای این کشور گفت کشورش خواستار تنش زدایی در منطقه خلیج فارس است. به افزود آمریکا با وجود خروج از برجام میتواند در مسیر کاستن از تنش ها تلاش کند. او با اشاره به تصمیمات ایران برای عبور از میزان ذخایر اورانیوم 3 ممیز درصدی و همچنین افزایش سطح غنیسازی آن را واکنشی بد در قبال تصمیم بد خروج یک جانبه آمریکا از برجام نامید وی همچنین با اشاره به گفتگوی اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت پاریس خواست خواستار ایجاد فضایی برای گفتگو جهت تنش زدایی از وضعیت خطرناک بالقوه است وی همچنین گفت آمریکایی ها اگرچه از برجام خارج شدند اما می توانند با اتخاذ جستی آشتی جویانه فضایی جهت گفتگو و اجتناب از تشدید کنترل نشده اوزا یا حتی یک اتفاق ایجاد کنند به نظر میرسد فرانسه که نگران افزایش تنش در روابط ایران و آمریکا برای امنیت فرانسه است سعی می کند از نفوذ خود در واشنگتن و تهران استفاده کند تا بتواند با میانجیگری امکان مذاکره رامیان دو کشور فراهم کند این در حالی است که مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه دیروز در سفری دو روزه وارد تهران شد که هدف از این سفر کاستن از تنش ها میان ایران و آمریکا عنوان شده است به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه در کنفرانس خبری قبل از دیدار با امیر قطر، بار دیگر سخنان روزهای گذشته خود مبنی بر اینکه ایران باید مراقب باشد را تکرار کرد. ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: درباره ایران باید ببینیم چه پیش می آید. ایران الان دارد کارهای بد زیادی انجام می دهد. بهتر است خیلی مراقب باشند. این سومین بار است که ترامپ در ده روز گذشته جمله با این مضمون که ایران باید مراقب باشد را تکرار کرده است. به گزارش رویترز هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و رقیب انتخاباتی دانلد ترامپ با انتقاد از سیاست دولت ترامپ در قبال ایران در توییتی نوشت رئیس جمهوری آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای اهرام فشار خود علیه ایران را از دست داد. به افزود دیپلماسی با کمالگرایی متفاوت است. تا کنون دولت ترامپ آگاهانه مسیر خطرناکی را که به آینده خطرناکتر منجر می شود انتخاب کرده است. اما دیپلماسی همچنان تنها راه دولت برای بیرون آمدن از چاله است که حفر کرده است. ترامپ سال گذشته با عنوان بدترین توافق تاریخ به صورت یک جانب از برجام خارج شد و اعلام کرد با اعمال کارزار فشار حد اکثری علیه ایران صادرات نفت تهران را به صفر خواهد رساند و آن را مجبور می کند که بار دیگر به میز مذاکره بیاید تا توافق بهتری برای آمریکا محقق شود. به گزارش CNN، جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس روز گذشته به سخنان تند دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ترزامه نخست وزیر و کیم داروش سفیر این کشور در واشنگتن واکنش نشان داد و از سفیر این کشور حمایت کرد جرمی هانت در توییتی گفت دوستان با هم سریح صحبت می کنند من هم همین کار را انجام می دهم این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره نخست وزیر ما و کشور من توهین‌آمیز و نادرست هستند. دیپلمات های شما نظرات محرمانه خودشان را به وزیر خارجتان مایک پومپو ارائه می دهند. های ما هم همین کار را انجام می دهند. هانت در ادامه نوشته است. شما گفتید بین آمریکا و انگلیس عالی ترین اعتلاف برقرار است. من هم با شما موافقم. اما متحدان باید با احترام با یکدیگر صحبت کنند. همان رویهی که ترزامهی همیشه در قبال شما پیش گرفته است. سفرا توسط دولت انگلیس منصوب می شوند و اگر من نخست وزیر شوم سفیرمان در سمتش باقی خواهد ماند ترامپ در دو روز گذشته بعد از افشای سخنان کیم داروش علیه خودش دو بار به شدت از ترزامی و داروش انتقاد کرده است او دیروز نوشت سفیر گیجی که بریتانیا به ایالات متحده تحمیل کرده کسی نیست که ما از بودن او خوشحال باشیم او آدم خیلی احمقی است ترامپ افسود داروش باید با کشورش و نخست وزیر ترزامی درباره مذاکرات شکست خورده برگزیت صحبت کند و نه اینکه از انتقاد من درباره مدیریت بد مذاکرات برگزیت ناراحت شود. ترامپ افسود من به ترزامی گفتم که چطور توافق برگزیت را پیش ببرد اما او روش احمقانه خودش را در پیش گرفت و قادر به انجام توافق نشد. این یک فاجعه است. ترامپ همچنین نوشت من سفیر انگلیس در آمریکا را نمی شناسم اما به من گفته شده که او یک احمق پر افاده است به او بگویید که ایالات متحده با اختلاف زیاد نسبت به دیگر کشورها اکنون بهترین اقتصاد و ارتش جهان را در اختیار دارد و اقتصاد و ارتش ما در حال بزرگتر بهتر و قویتر شدن است